فراوان به یکایک حاضران در این محضر معنوی و با تشکر فراوان از عزیزانی که این محفل رو آراستند و فرصت مبارکی برای من فراهم آوردند تا دوباره در سال 2016 خدمت عزیزان برسم. از حسن توجه شما سپاسگزاری می‌کنم و امیدوارم که سخنانمان و گفتگومون در امشب پربرکت باشد و تحت عنایات الهی و اولیاء خداوند ما رو به مقاصد نیکو و مبارکی رهنمون گردد. خیلی خوشنودم که جناب آقای بازرگان که استاد راستین این کلاسند در این جمع حضور دارند و بنده هم در محضر ایشان نکاتی رو که به خاطر فاترم رسیده است عرض میکنم و ای بسا که مایه‌ای و مناسبتی شود برای اینکه این نکات با پختگی بیشتر بعداً به عزیزان عرضه گردد. عنوان سخن چنان که آمد سیر تاریخی تحول فهم قرآن است. موضوع فوق العاده وسیع و فراخی است. من سعی می کنم که هم تاریخ این مطلب رو به اختصار خدمت شما عرض کنم و هم به منزله یک مصداق آیه ای از آیات قرآن رو طرح کنم و اونگاه این انواع فهم و تفسیر رو بر روی آن پیاده کنم تا اونچه که میگویم از شکل انتزاعی تجریدی محض بیرون بیاید و تا حدودی پای او بر روی زمین قرار گیرد چنان که امروزیان میگویند. داستان بسیار مفصلی است و فقط هم از آن ما نیست. کتاب‌های مقدس خواه تورات خواه انجیل و خواه قرآن به دلیل اینکه مورد اعتقاد و باور خلق کثیری بودند مورد توجه بسیار قرار گرفتند و هر کس کوشیده است تا به نیکی مراد مؤلف رو از آنها دریابد. من همیشه گفتم که دین و قرآن عزیزتر و عظیمتر از آن است که فقط به عاشقان سپرده شود. به عاقلان و غیر دینداران هم باید داده شود. ما مسلمانان وقتی به کتاب آسمانی خودمون نظر می‌کنیم، عاشقانه نظر می‌کنیم، مؤمنانه نظر می‌کنیم و پاره ای از نکات رو چنان که باید در او نمی‌بینیم. کسانی که بیرون از دایره امت اسلامی اند، محققانی که بی‌طرف یا با طرفند، اونها هم می‌توانند برای ما نکته آموز باشند و راهنمایی‌های سودمندی برای ما داشته باشند. من همیشه یکی از انتقاداتم به علمای اسلام، به علمای حوزوی علل خصوص در دوران معاصر این بوده است که اینها علل عموم از معلومات جهان معاصر که هیچ حتی از ادیان دیگر اطلاع درستی ندارند. گمان نمی کنم که هیچ یک از دانشمندان حوزوی ما یک دور تمام تورات رو خونده باشند، انجیل رو خونده باشند. یکی از روش‌های جدید در فهم متون، علل خصوص متون کهن، چیزی است که به او اینترتکستوالیتی میگویند، یعنی متنی رو در میان متن‌های دیگر نهادن و با آنها قیاس کردن و رابطه اینها رو درآوردن. خب قرآن در خلأ متولد نشد، پیامبر هم همچنین. اینها فرزند زمانه خودشون بودند. پیامبر اسلام علیه السلام وقتی ظهور کرد
که ادیانی قبل از او آمده بودند و رفته بودند و نشانه های از آنها و پیروانشون در جزیره العرب وجود داشتند. اندیشه های یهودی و مسیحی در هوا و در فضا موج می زدند. بذر این افکار کاشته شده بود و اعراب به تفاریق و کمابیش با اونها آشنایی داشتند. برای فهم قرآن بعدها مسلمانان برایشون فریضه بود که کتابهای دینی قبل از اسلام رو هم بخوانند و اونها رو هم به درستی بدانند، حتی زبان اصلی اون کتابها رو بیاموزند و به سراغ اونها بروند و با به دست آوردن اطلاع عمیق اونگاه به سراغ قرآن بیایند. این کار نشد یا کمتر شد، بسیار کم صورت گرفت. امروز البته روزگاری است که ما نسبت به این امر باید هوشیار باشیم، اما چنان که خواهم آورد قصه بسی فراتر از این می رود. مطلب این است که قرآن رو در چند لایه می توان فهمید و از اون استخراجات متنوع می توان کرد. این لایه لایه فهمیدن و استنباطات متنوع منوط به پرسش هایی است که ما در مقابل قرآن می نهیم. به یک بیان چنان که در نوشته های خداوند هم متن مقدس صامت است، ساکت است، خود او چندان چیزی به شما نمی گوید، یا اگر هم می گوید ظاهری از خود رو نشان می دهد. اما پرسش شما کلید فهم قرآن است. وقتی که شما می پرسید اونگاه دهان قرآن باز می شود، به سؤال شما جواب می دهد. این سؤال طرح کردن و سؤال داشتن منوط به این است که شما چقدر با معارف بیرون قرآنی آشنا باشید، چقدر جهان رو بشناسید، چقدر خدا رو بشناسید، چقدر زبان رو بشناسید، چقدر تاریخ رو بدانید و چقدر با مسائل فلسفی، کلامی، عرفانی، علمی آشنایی داشته باشید. ذهن بی سوال ذهن بسیط ساده است. شما برترین رازها رو هم که با او در میان بگذارید در نخواهد یافت، ارزش و اهمیت اون رو هم در نخواهد یافت. راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. لذا اصل مطلب داشتن پرسش است. اما پرسش ها در ذهن بی جهت نمی رویند. پرسش ها مثل گیاهان در زمینه های خاصی می رویند و وقتی که رویدند آنگاه قد علم می کنند و استقلال پیدا می کنند و شما رو به چالش می طلبند، گریبان شما رو می گیرند و پاسخ می خواهند. اینجاست که مراجعه به قرآن می تواند بسیار آموزنده باشد. یعنی می بینید این کتاب آنگاه با شما حرف می زند، جواب شما رو می دهد. دانشمندان علوم طبیعی به ما میگویند که آزمایش هایی که در علوم میکنند پرسش هایی است که در مقابل طبیعت میگذارند و از طبیعت پاسخ میطلبند، پاسخ میکشند و این چنین است که دانش پیش میرود. با این مقدمه خیلی کوتاه و در این حال مهم وارد اصل مطلب میشود. در اولین دوره‌های تمدن اسلامی و فرهنگ اسلامی، یعنی در همون وقت که مسلمانان هنوز گرمای وجود پیامبر رو احساس می‌کردند و در محضر ایشان بودند یا کمی پس از حیات مبارک پیامبر زندگی می‌کردند، مهمترین سوالاتشون چنان که تواریخ و تفاسیر به ما نشان می‌دهد سوالات ساده‌ای بود، بیشتر معنی لغات بود، بیشتر پرسیدن از بعضی حوادث و حکایات و تواریخ
گذشته بود. ذهن بسیط، عرض کردم، سوال بسیط دارد، سوال ندارد. با قرآن که روبرو می شدن، مثلا فرض کنید یک لغت مشکلی بود و فاکهتن و ابا، می پرسیدن که این فاکهتن و ابا چیست؟ یا قرائت‌های مختلفی که از آیات شده بود، اونها را با یکدیگر در میان می نهادن. می دانید قرآن از همون ابتدا قرائت‌های مختلف داشت، یعنی بعضی از کلمات چند جور خوانده می شدند و تا امروز هم باقی مانده است و اینها هیچ خللی هم به نظم و به اصالت قرآن وارد نیاورده است. در پرانتز عرض می کنم قرآنی که اکنون در دست ماست، در دست همه مسلمانان است، این نسخه نهایی قرآن در 1924 است، یعنی تقریبا 90 سال از عمر او می گذرد و این نسخه در مصر در زمان ملک فؤاد اول فراهم آمد و بعد از آن به خط طاهاحسین نوشته شد و قرآن یونیورسال سراسر جهان اسلام شد. قرآن‌های قبل از اون رو شما اگر مراجعه کنید، اونها که در ایران نوشته شده و در نقاط مختلف جهان اسلام، تفاوت‌هایی با هم دارن. این تفاوت‌ها رو گذشتگان هم در کتاب‌هاشون یاد می‌کردن. در تفاسیر اینها وجود داشت. می‌گفتن این آیه دو جور خوانده شده است، سه جور خوانده شده است. می‌دانید مثلا در همین سوره فاتحه که ما در نماز می‌خونیم، خب اختلاف نسخ وجود داره، از ملک یوم الدین، مالک یوم الدین. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله منتظری رو که وقتی نماز جمعه میخوند هر دو این نسخه رو میخوند در نماز که احتیاط رو به کار برده باشد. مالک یوم الدین میگفت، ملک یوم الدین هم میگفت. اما اختلاف نسخه ها بیش از این هست. اهدنا الصراط المستقیم هست، ارشدنا الصراط المستقیم هم در بعضی از نسخه ها آمده است. غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اینها چندان تفاوت در معنا هم ندارد، اما علی ای حال لازمه خط عربی که الف مقصوره رو نمی نوشتن و ما در نسخه های خیلی کهن اینها رو می بینیم، لازمه نسخه های اولیه قرآن که نقطه نداشت و حرکت نداشت، این بود که کلمات به شکل‌های مختلف خوانده شوند، تا اینکه پس از یک دو قرنی که از زمان عثمان گذشت و در دوران امویان، قرآن حرکت دار شد، نقطه دار شد و قاریان و راویان بسیار فراهم آمدند، پدید آمدند و رفته رفته خواندن قرآن کمابیش یکسان شد. با همه این احوال 14 روایت از قرآن وجود داشت و این همان است که حافظ هم میگوید که عشقت رسد به فریاد و خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت، و تا امروز هم وجود دارد. روایت واحدی که در 1924، یعنی همون سال القای خلافت عثمانی پدید آمد، خوشبختانه نسخه ها رو یک دست کرد. البته هنوز هم در بعضی از نقاط جهان اسلام قرائت‌های دیگری هست، اهمیتی ندارد. سخن من این بود که در ابتدا سوالات بسیط و ساده مؤمنین و مسلمین حول و حوش این مسائل بود که این آیه چگونه خوانده شده است، اگر این چنین بخوانیم چه معنا می‌دهد، اگر آن چنان بخوانیم چه معنای دیگری می‌دهد. بعضی از کلمات مشکله، بعضی از اشارات و تلمیحاتی که به اقوام گذشته بود، مثلا اصحاب الرس چه کسانی بودند، خب اینها در قرآن آمده بود و خود قرآن هم که اینها رو تشریح نمی کند. پاره ای از مسلمانان به دنبال فهم این نکات تاریخی بودند. سوالاتشون رو هم همیشه از علمای مسلمان نمی پرسیدند. گاهی چون اشاراتی در قرآن به تاریخ یهود بود، به تاریخ نصارا بود، سوالاتشون رو از اونها هم میپرسیدند یا اونها هم پا به میدان مینهادند و از این طریق بود که چیزی، یک جریانی به نام اسرائیلیات وارد فرهنگ اسلامی شد.
اسرائیلیات عبارت بود از تفسیر قرآن با تورات یهودی. معنای اسرائیلیات این بود، یعنی وقتی که در قرآن آیه بود فی المثل در باب شکافتن نیل، در باب فرعون، در باب عزیر و بسیاری از پیامبران بنی اسرائیل، خب مردم اون دوران اطلاع چندانی از اینها نداشتند. علمای یهود بودند که بسیار مطلع بودند و اونها حکایات تاریخی و توراتی خودشون رو به منزله تفسیر قرآن به مسلمانان می آموزندند و اینها در کتاب ها هم آمد، در کتاب های تفسیر آمد و یک مجموعه ای از گفته ها و روایت ها و حدیث ها رو تشکیل داد که امروز اونها رو اسرائیلیات می خوانند. و این اسرائیلیات گاهی آفتی بود برای فهم قرآن، اما مسلمانان علی ای حال در دوران اول تا یک دو قرن اول در چنین احوالی به سر می بردند، تا اینکه اطلاعات مسلمانان بیشتر شد، فتوحات مسلمانان گسترش یافت، ارتباط مسلمانان با فرهنگ‌های دیگر بیشتر شد و از این نقطه بود که فرهنگ و تمدن اسلامی هم ناگهان جهشی پیدا کرد. دیگه حاملان فرهنگ اسلامی و فکر اسلامی اون عرب‌های ساده‌ای نبودند که دور پیغمبر بودند، نه اطلاع چندانی از جهان داشتند و نه از تاریخ. اقوام دیگری، اقوام متمدن دیگری پاشون به میدان اسلام باز شد. مسلمانان به مصر رفتند، مسلمانان به ایران رفتند، مسلمانان به فلسطین رفتند، به اردن رفتند و اینجاها جاهایی بود که تاریخ و تمدن کهنی داشتند، فرهنگ غنی داشتند و اسلام از این فرهنگ ها تغذیه کرد و فربه شد. پیامبر اسلام یک دانه کاشت در زمین تاریخ، یک دانه کوچک، اما این دانه رشد کرد، غذا گرفت از خاک تاریخ، این غذا رو از فرهنگ های دیگر گرفت و نهالی شد و سپس درخت ستبر تنومندی شد که تا امروز سایه گستر است. مسلمان ها با مسیحیان، با زرتشتیان، با هندویان آشنایی بیشتر و بیشتر پیدا کردند. از قرن دوم و سوم با یونانیان آشنایی پیدا کردند. آثار یونانی به عربی ترجمه شد و در اختیار مسلمانان قرار گرفت. این مسلمانان قرن دوم و سوم کمترین شباهتی به اون اعراب ساده و مؤمنی که دور پیغمبر بودن نداشتند. ذهنهای اینها آغشته بود، آکنده بود، مالامال بود از اندیشه های تازه و پرسش های جدید. این پرسش ها رو با قرآن در میان نهادند، پرسش هایی که سابقه نداشت، پرسش هایی که هرگز در میان مفسرین یا قرآن خوانان پیشین سابقه نداشت. و از اینجا بود که لایه تازه‌ای، دوران تازه‌ای در فهم قرآن پدید آمد. یک ورق بزرگی خورد این دفتر فهم قرآنی و مسلمان‌ها با یک فضای فرهنگی کاملا تازه‌ای روبرو شدند. از اینجا به بعد بود که باب یک فهم تازه در قرآن باز شد که مورخان نام او رو نهادند فهم عقلانی تاریخ، ببخشید قرآن، تفسیر عقلانی قرآن. این تفسیر عقلانی معناش این نیست که گذشتگان یعنی ادوار پیشین بی عقل بودند، نه، منظور از عقلانی در اینجا یعنی فهم فلسفی قرآن، فهم کلامی قرآن، فهمی که از پرسش‌هایی نشأت می‌گیرد که اون پرسش‌ها خودشون از معارف فلسفی و کلامی نشأت گرفتند، پرسش‌هایی که هیچ کس در به وجود آوردنشون عمدی نداشت، توطئه‌ای هم در میان نبود، بلکه مقتضای رویش فکر
انسانی بود، مقتضای تلاقی فرهنگ ها بود، مقتضای تفکر بود. این رو عرض می کنم برای اینکه کسانی گفتند که آمدند و این پرسش ها رو مطرح کردند و تفسیرهای تازه‌ای بر قرآن نوشتند تا مغازه تازه‌ای در مقابل مغازه اهل البیت باز کنند و اهل البیت رو منزوی کنند. اینها نگاه های توطئه اندیشانه به تاریخ است که هیچ قوتی ندارد و قابل اعتنا نیست. نه چنان که گفتم آدمی است و تأمل و اندیشه و برخورداری از فرهنگ و تغذیه مداوم از فکرها و پرسشها و پرسشها رو با کتاب مقدس در میان نهادند. تفسیر عقلی قرآن از اینجا پدید آمد که مسلمانها به عقلیات، به دانشهای عقلی مجهز شدند. این دانشهای عقلی چنان که گفتم فلسفه بود، کلام بود و علوم دیگر بود. کسانی آمدند و احساس کردند که این پرسش‌های تازه، این دانش‌های عقلی که پایه‌گذار تفسیر عقلی قرآنند، رفته رفته گویا قرآن را از هویت و اصالت می‌اندازد. به جای اینکه قرآن مطرح باشد، افکار فلسفی مطرح می‌شود و قرآن در این میان فرع و تبع آنها قرار می‌گیرد. این است که در مقابل او یک مکتب دیگری گشوده شد به نام مکتب تفسیر نقلی. تفسیر نقلی چه می گفت؟ همه اینها رو مثال خواهم آورد براتون. تفسیر نقلی می گفت ما حق نداریم قرآن رو با عقل خودمون تفسیر کنیم. حالا عقل ما با فلسفه آشنا باشه یا با هر چیز دیگری، ما به منقولات باید مراجعه کنیم، یعنی اون چه که از پیامبر رسیده است. شیعیان میگفتن علاوه بر پیامبر از ائمه اهل البیت هم اگر رسیده است، چون ائمه اهل البیت رو در رتبه پیامبر میدانستن. در همون مقدار و در همون محدوده ما حق داریم که قرآن رو بفهمیم و بشناسیم. بیش از آن حق فضولی نداریم، بیش از آن خدا از ما نخواسته است، بیش از آن ظرفیت عقلی و ذهنی ما اجازه نمیدهد. حقیقتا این کار رو حرام می دانستن. معتقد بودن که ما که باشیم که دلیری بر فهم قرآن داشته باشیم، قرآن مخاطبان ویژه‌ای داره و انما یعرف القرآن من خوطب به، کسی قرآن رو می شناسد که مخاطب قرآن باشد. مخاطب قرآن یا پیامبر بود یا امامان اهل البیت، باید از اونها بپرسیم و به اندازه‌ای که اونها معنی کردن ما هم قرآن رو بفهمیم. هر جا هم که نیست باید سکوت کنیم. این قرآن، این تفسیر نقلی بود. این تفسیر نقلی جاپای محکمی هم در تشیع یافت هم در تسنن. تفاسیر بسیاری الان وجود داره که من یکی دو تاشو نام میبرم براتون که اینا تفسیر بالمعصورن. معصور یعنی اثر، یعنی منقولات. در میان شیعیان که خیلی زیاده و یکی از اخیرترینشون تفسیر صافی فیض کاشانی است که تفسیر به معصور است، یعنی شما اون رو که باز میکنید، و این در واقع اولین تفسیری بود که من در عمر خودم به دست گرفتم و خواندم. هنوز یک نوجوان دبیرستانی بودم در 16 سالگی. خب آیات هست و روایاتی رو از پیامبر یا ائمه اهل البیت در ذیل آیات نقل میکنه، همین و بس. مواردی هم هست که روایتی نیست و او هم سخنی نمیگوید، نادرن تأویلاتی هم میکنه. در اهل سنت هم تفسیر سیوطی، تفسیر الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور همین وضعیت رو داره. خب ببینید تفسیر نقلی چرا مورد توجه و اعتنا قرار گرفت؟ برای اینکه قدری حاله تقدسی بر او بود. می گفت که ما آدمیان پامون رو از گلیم خودمون درازتر نمی کنیم و نباید بکنیم. باید منتظر باشیم تا ببینیم پیشوایان چه می گویند. کلام خداست، ریسک داره، خطر داره که ما بنشینیم و نظربازی کنیم و از خودمون سخنی بگوییم.
لذا در همون حد که برای ما معنی کرده اند باید توقف کنیم. از همین جا بود که یک روایتی متولد شد. این روایت ها همه مشکوک هست، همه، اما نشاندهنده فضای فرهنگی روزگار هست. یعنی وقتی که دو قوم، دو طایفه یا چند طایفه با یکدیگر اختلاف نظر، گاه اختلاف نظر علمی، گاه اختلاف سیاسی پیدا می کردن، اینها علیه یکدیگر یا به نفع خودشون روایات جعل می کردن که پیامبر چنین فرموده است، فرمایشی که، یعنی اون فرمایش مجعولی که به نفع خودشون بود یا فرمایشی که به ضرر رقیب بود. یک روایتی متولد شد که من فسر القرآن برأیهی فلیتبب و مقعده من النار، هر کس قرآن رو با رأی خودش تفسیر کند جاش در قعر جهنم است. خب با رأی خود تفسیر کردن یعنی چی؟ معناش این بود از نظر اونها، یعنی با عقل خود تفسیر کردن، یعنی شما بنشینید و قرآن رو بخوانید، آیات رو در کنار یکدیگر بگذارید و بگید استنباط من این است، فهم من این است. میگفتن نه، شما حق ندارید این کار رو بکنید و جاتون در جهنم است. برای اینکه تفسیر به رأی نشود، ما فقط باید مراجعه کنیم به اون منابع اولیه اگر چیزی مانده باشد. منتها این که باید به روایات مراجعه کرد فی نفسه حرف بدی نبود، اما اشکالش این بود که فقط به روایات مراجعه کردن بار رو بار نمی کرد. دوم این که انقدر روایات مجعول وجود داشت که در حقیقت نقض غرض می شد. یعنی شما برای این که به یک تفسیر راستین برسید تکیه بر روایات دروغینی می کردید که نهایتاً شما را از مسیر راست و صراط مستقیم هم دور می کرد و این ماجرا تا امروز هم باقی است. خب پس دو جریان در تاریخ تفسیر پدید آمد، یعنی سیر تحول رو اگر بخوایم ببینیم، از تفسیری که با پرسش های ساده آغاز شد در باب معانی لغات و بعضی از حوادث تاریخی تا وقتی که تفسیر عقلی پدید آمد و در مقابل او و در رقابت با او تفسیر نقلی پدید آمد و اون روایت فوق العاده مهم که تا امروز هم گفته می شود و هر کسی می خواهد دیگری رو بکوبد و از میدان خارج کنه، می گوید که اون که تو میگی تفسیر به رأی است. من شخصا اصلا نمی فهمم تفسیر به رأی یعنی چی. هر کسی هر چه میگه تفسیر به رأی خودشه دیگه. مگه میشه من رأی نداشته باشم؟ آخرش به یه نتیجه می رسیم وقتی که شروع می کنیم به فهمیدن قرآن. خب یه رأی است دیگه. مهم اینه که شما نشون بدید که رأی شما مستدل است و مدلل است یا نه. صرف این که ما یک کسی رو متهم کنیم که تو تفسیرت به رأیه، این به خودی خود نه تصدیقی است نه تکذیبی است، فقط یه برچسب زدن است برای بیرون کردن رقیب از میدان. در باب این تفسیرهای عقلی من خیلی بیش از این خدمت شما سخن دارم که بگویم و انشالله خواهم گفت. کمی پایین تر بیایم و من این سیر تاریخی رو به اختصار تکمیل کنم تا برگردیم و بر روی پاره از این دوره ها توقف بیشتر کنیم. این جریان ادامه داشت هم در شیعه هم در سنی تا قرن 19 هم تقریبا. یعنی از یک طرف تفسیرهای عقلی بود و از یک طرف تفسیرهای نقلی بود. تفسیرهای عقلی هم خودش انواع داشت. اینها در کنار یکدیگر حضور داشتند. در قرن 19 هم باز تحول دیگری در مسلمانان پدید آمد. این بار با اندیشه های مدرن آشنا شدند. اول مصر بود، لشکرکشی ناپلئون در 1800 به مصر و پس از آن گسترده شدن فرهنگ غربی در میان مسلمان ها که باز هم میشه گفت مدخلش و دروازهش مصر بود. و فی المثل تئوری تکامل آمد، تئوری کوپرنیکی آمد، علوم جدید رفته رفته میان مسلمان ها مطرح شد، فلسفه های جدید آمد. یک بار دیگر مسلمان ها با غرب و این بار با غرب مدرن، قبلا با یونان کهن سر کار داشتن، این بار با قرن مدرن آشنا شدن. دوباره همون ماجرا تکرار شد.
یعنی پرسش های جدید در ذهن ها روید و بسیار هم نیکو بود. ذهن بی پرسش مرده است. مسلمان ها پرسش های کهنه رو تکرار می کردن و تفاسیر می نوشتن که تکرار مکررات بود. از قرن 19 به این طرف ماجرا عوض شد. این دفتر تفسیر ورق دیگری خورد. سوالات تازه آمد. مسلمان ها راجع به هم آسمان، هم زمین، هم اجتماع، هم تاریخ، هم علم، هم مسئله زنان، هم مسئله حقوق، همه اینا مسئله دار شدن. ذهن ها پر از سوال شد و اینا بود که دوباره قرآن رو، زبانش رو و دهانش رو باز کرد. باز این پرسش ها با قرآن در میان نهاده شد و از قرآن طلب پاسخ شد که خب راجع به زن چی میگه؟ راجع به بشر چی میگه؟ راجع به شکنجه چی میگه؟ راجع به اعدام چی میگه؟ راجع به جنگ، راجع به جهاد، راجع به ملل دیگر، معنای کفر چیه؟ معنای ایمان چیه؟ بسیاری از چیزهایی که گذشتگان مفروض و مسلم گرفته بودند و میگفتند و از او سؤالی هم نمی کردن، گویی که معانیش کاملا آشکار بود، همه مورد بازبینی و بازخوانی قرار گرفتن. در مصر مرحوم محمد عبده آغاز کرد و دیگران هم به دنبال او روان شدند. در ایران هم تا حدودی این کار صورت گرفت، ولی البته مهمترین دوره تفسیری توسط مرحوم علامه طباطبایی در 50 سال پیش نوشته شد که هنوزم از تفاسیر خیلی مهم جهان اسلامه. اما در اهل سنت هم کسانی آمدند و اونها هم تفاسیر جدید خودشون رو که تا حدودی محصول مواجهه با عالم مدرن بود عرضه کردن. فرض کنیم مثل تفسیر طنطاوی که خیلی میکوشید که علم جدید رو در قرآن بیابد، یا تفسیر سید قطب که بسیار سیاسی اجتماعی بود و کتاب فی ظلال القرآن ایشان خب کتاب بسیار نیکویی است، از دیدگاه یک نفر انقلابی نوشته شده است، یک نفر انقلابی که جهان جدید رو و تمدن غرب رو به قول خودش جاهلیت مدرن میداند. سید قطب یه مدت کوتاهی در آمریکا زندگی کرد و وقتی که برگشت یک انسان دیگری شده بود و یک کتاب نوشت در باب تجربه زیستی خودش در آمریکا و از اون پس بود که به این نگاه و این نتیجه رسید که جهان جدید جاهلیت تازه است و اسلام در مقابل این جاهلیت باید بایستد و برای ایستادن در مقابل این جاهلیت به تولید آثار بسیاری رو آورد، هم فعال سیاسی شد که نهایتاً هم سر خود رو بر سر آن نهاد و به دار رفت و هم یک مولد فرهنگی، یک دوره تفسیر خیلی مهم به نام در سایه قرآن نوشت که محصول این مواجهه جدید با دنیای ما بود و امثال اینها. این مواجهه با جهان جدید به خیلی چیزا انجامید، به خیلی چیزا انجامید. یعنی باز دفتر تفسیر ورق دیگری خورد. در همین مصر که سید قطب آمد، محمد عبده آمد و دیگران آمدند و بر قرآن تفسیر نوشتند و کوشیدند که مشکلات ذهنی و فکری مسلمان‌ها را حل کنند، یک مکتب تازه در تفسیر پدید آمد. نزدیک 50 سال پیش که شاگردان این مکتب کسانی بودند مثل نصر ابوزید، مثل حسن حنفی، که لب کلام اینها این بود که قرآن رو به مثابه یک متن ادبی باید خواند. این بسیار سخن بدی و بسیار سخن مهمی بود با توابع و عواقب خیلی عظیم. یعنی قرآن رو چنان شاید بخونید که گویی دارید گلستان رو میخونید، قرآن رو چنان باید بخونید که گویی دارید کتاب کلیله و دمنه رو میخونید. یک متن ادبی است. خیلی از انتظاراتی رو که این در رأسش و استاد این اندیشه آقایی بود به نام امین خولی، بسیاری از انتظاراتی که گذشتگان از قرآن داشتن نباید داشته باشید.
خیلی از نتیجه هایی رو که می گرفتن شما نباید بگیرید، خیلی از پرسش هایی که از قرآن می کردن شما نباید بپرسید. چرا؟ برای اینکه پرسش آدمی تابع انتظار آدمی است. شما وقتی که یک نفر می دونید انگلیسی دانه، خب اگر یه لغت انگلیسی رو نمی دانید می رید از اون می پرسید. اما اگر بدونید که این انگلیسی هیچی بلد نیست، دیگه اون لغت ها رو نمی پرسید ازش، می رید از یک کسی دیگه می پرسید. یک کسی که طبیبه می روید و بیماریتون رو به اون می گید، اما که طبیب نیست که بیماریتون رو با اون در میون نمی گذارید. قرآن رو ما اگر فرض کنیم چنان که گذشتگان فرض می کردن، یک کتابی است که جواب سوالای کلامی رو میده، فلسفی رو میده، تاریخی رو میده، خب البته این پرسش ها رو با او در میان میگذارید. اما اگر بنا به قول آقای امینالخولی قرار شد که قرآن رو یک کتاب ادبی بدانیم، اونگاه بسیار از پرسش ها رو دیگه نخواهیم کرد، انتظاراتمون رو پاک عوض خواهیم کرد و جور دیگر این کتاب رو خواهیم خواند، جور دیگری اون رو خواهیم فهمید و اون رو در مجموعه و منظومه و جغرافیای فرهنگ خودمون در جای دیگری خواهیم نشاند. خب این توقع و این تفسیر از قرآن بود که سر صدای بسیاری برانگیخت و تا امروز هم تنین او به گوش میرسد، اما توانسته فتح بابی بکند و دروازه های جدیدی رو بگشاید. یک حرف دیگری هم که گفته شده است که مال همین اواخر است و جزء گناهان بنده است، اسمش تفسیر رؤیایی قرآن است. حالا من درباره او دیگه زیاد سخن نمیگم مگر اینکه حاجتی بیفتد. این تفسیر رؤیایی قرآن که این حقیر عرضه کردم و پیشنهاد کردم، مبتنی است بر تمام اون چیزی که تو تاریخ تفسیر گذشته است. یعنی حقیقت این است من 50 سال با تفسیر قرآن آشنایی دارم و فعالانه روی او کار میکنم از دوران نوجوانی. با این مکتبهای تفسیری و تاریخی که گفتم در حدی که توانایی داشتم آشنایی حاصل کردم، آشنایی عمیق. تفاسیر مختلف اهل سنت و شیعه رو خواندم و با آرائشون آشنا هستم و همون دریافت های من بود که من رو به این سو کشاند که شاید باید از طریق دیگری و از منظر دیگری در قرآن باید نظر کرد. اما اون به هر حال جای بحثش اینجا نیست، من فقط چون تاریخچه رو میگفتم این رو هم عرض کردم. خب حالا بریم سراغ تفسیرهای عقلی. من در باب تفسیرهای عقلی یک نکته رو گفتم و اون مفهوم تفسیر به رأی بود. گفتم این اصطلاح رو آوردند و با این اصطلاح کوشیدند تا کسانی رو فرو بکوبند و از دور خارج کنند و به اونها بگویند که شما در مقابل خداوند یا پیامبر خدا مغازه‌ای باز کرده اید و میگید یک رأی، رأی پیامبر، یک رأیم رأی ما و این چنین میخواهید که آب رو گلالود کنید. از این که بگذریم، در تفسیر عقلی چنان که گفتم پای دانش‌های دیگر به میان آمد و این خیلی مهمه. بگذارید من در یک کلام یا به صورت یک پرسش این رو برای شما مطرح کنم. خیلی وقتا به ما میگویند که برای اینکه ما قرآن رو بفهمیم باید ذهنمون رو کاملا خالی کنیم، هیچ به هیچ چیزی فکر نکنیم، خالصا و خلصا بریم سراغ این متن تا این متن حرف خودش رو بی پیرایه با ما در میان بگذاره. این یک سخن است که به نظر هم نسبتاً معقول و پذیرفتنی میاد. یه رأی است در مقابل این رأی که رأی همین هاییست که اهل تفسیر عقلی هست و خود بنده این رو باور دارم و اون که از قضا ما با ذهن پر باید به سوی قرآن بریم. ذهن خالی هیچ کاری نمی کنه، قدرت برفهم نداره اصلا. ببینید تعصبات یه بحث دیگری است.
البته از تعصبات و جهتگیری ها باید پرهیز کرد، اما ذهن خالی که پرسشی هم نداشته باشه، از پرسش هم خالی باشه، از پیشفرض هم خالی باشه، این اصلا امکان درک برای او وجود نداره. یه مقدار معرفت شناسی در اینجا لازم است، یعنی اینکه انسان بداند که اساساً معرفت چگونه پیدا می شود. این نکته خیلی اساسی است. معرفت چگونه حاصل می شود؟ حصول معرفت وقتی است که مسبوق به سوال باشه. مسبوق به سوال باشه، یعنی شما اول بپرسید تا بعداً جواب بشنوید. فرض کنید که با یک عالم ترین عالم شما روبرو شدید. وقتی شما از او هیچی نپرسید، اونم دهانش بسته است، به شما هیچی نمیگه و بنابراین از اون مصاحبت شما هیچ بهره‌ای نخواهید بود. خب حالا در مورد قرآن هم همینطور است. اگر ما مورد این سوال قرار بگیریم که با ذهن خالی باید روبرو شد با قرآن یا با ذهن پر، پاسخ اونها که قائل به تفسیر عقلی بودند و خود این حقیر این است که نخیر، با ذهن پر باید به سراغ قرآن رفت. شما باید بسیار بدانید، علم زمانه را بدانید، فلسفه زمانه را بدانید، پرسش های موجود در این زمان را بدانید، اونم با عمق، جامعه را بشناسید، تاریخ را بدانید. یک چنین ذهنی میتونه آب از این چاه بکشه. ذهن بی پرسش مثل یک کسیست که لب یه چاهیه، نه تناب داره، نه دلف داره، نه هیچی، نه زور داره بازوش، خب آبم نمی جوشه. چنین چیزی نکته عظیمت بسیار مهمیست و این نکته عظیمت بسیار مهم رو یک گروهی به نام معتزله در قرن دوم و سوم تاریخ اسلام تشخیص دادن. اینها صریحاً گفتند که قرآن تألیف خداوند است. خب ما برای فهمیدن یک کتاب و یک تألیف باید مؤلف رو بشناسیم. از اینجا در واقع قصه آغاز شد. قرآن، خداوند مؤلف قرآن است. برای اینکه ما کتاب رو و اثر رو و تألیف رو بفهمیم، باید مؤلف رو بشناسیم. این مؤلف چه جور موجودی است؟ یه انسان است، یک فرا انسان است، به چه زبانی حرف میزنه و ما در مورد سخن او چه رأیی باید داشته باشیم. خب بنابراین شناخت خداوند مقدم شد بر شناخت قرآن. خیلی ها فکر میکنن که ما همه خداشناسیمون رو باید از قرآن اخذ بکنیم. کاملا اشتباهه. شما تا شناختی از خدا نداشته باشید، اصلا به فهم قرآن نائل نمیشید. این شناخت بخشش بیرون قرآنیه. حالا من براتون مثال میزنم، یعنی برای اینکه صحبتمون خیلی روشن میشه. یک آیه رو براتون انتخاب کردم، آیه خیلی مشهوری است، یعنی همه ما میدونیم. فقط میخوام بگم چجوری میشود که آدمی میبینه که در فهم قرآن بی نیاز از یک رشته دانسته ها نیست و اون دانسته ها رو تا در میان نیاورد مشکل او حل نمیشود. ببینید در سوره زاریات، سوره زاریات، اونجا سه تا آیه به دنبال هم آمده است: و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، و ما اريد منهم من رزق، و ما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. به همین آیه نخستش من کار دارم. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، من یعنی خدا جن و انس رو نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند. از این ساده تر، ما میخوانیم، دیگران هم برای ما خواندند و معنی کردند و ما هم گمان کرده ایم که لابد این آیه رو کما هو و حق و هو فهمیده ایم و برای فهمیدنش حاجت به هیچ چیز دیگه هم نداریم. معانی لغات هم روشن است، لغات پیچیده‌ای هم که در این آیه نیست از مفاهیم رایج و شایع قرآنی است. جن، انس، خلقت، عبادت، اینا همه جا تو قرآن پراکنده است. اما اجازه بدید که یه مقداری عمیق‌تر بشیم. این عمق رو همین مفسران عقلی قرآن به ما یاد دادن. به تفاسیرشون که مراجعه کنید می‌بینید که یک دفعه شما رو با یک
قطاری، با یک انبوهی، با یک انباری از سوالات روبرو میکند که شما یک مرتبه احساس میکنید که ماجرا به اون سادگی هم نبوده. از اینجا شروع میکنم. این یکی که من میگم مربوط به دوران جدیده، مربوط به گذشته نیست. کلمه ما خلقتو اول شخص است. من خلق نکردم جن و انس رو مگر اینکه برای اینکه مردم مرا عبادت کنند. لیعبدونه، یعنی بازم در اون تشم نونی میاد که مربوط میشود به اول شخص. این سوالی است که امروزه خیلی مطرحه که مگه خدا شخصه؟ شخصیتی داره؟ یه نفر موجودیه؟ اصلا میشه در باب او چنین تصور کرد که گویی یک نفر است، یه موجودی است، شخصیتی داره و این بوده و برای همیشه خواهد بود و با ما طرف است و ما با او طرفیم، با او حرف میزنیم، او با ما حرف میزنه، ما دعا میکنیم، متضرع میکنیم، او جواب میده، او با پیامبران صحبت میکنه، او خلق میکنه، او میمیراند، او زنده میکند. آیا یه شخصی است که این کار رو میکنه؟ ما از خدا چه تصوری باید داشته باشیم؟ تصوری یک انسان، یه شخص خیلی عظیم و مقتدر. از سوالات خیلی پیچیده‌ای که امروز مطرح است همین تصور شخصی از خداوند است، پرسونال. خیلی از متکلمان هستند که خدا رو این پرسونال میدونن، یعنی اصلا شخصیتی به معنایی که ما در جهان انسانی قائلیم برای او قائل نیستن. شما میتونید برای این حتی حجتی و قرینه از قرآن هم بیاورید. در قرآن ما یه آیه مهم داریم، حتی چند تا آیه داریم، ولی یکیش از همه برجسته‌تر و صریح‌تر است که میگوید که لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل خدا نیست. لذا اگر شما خدا رو مثل هر چیزی تصور کنید شما خطا رفته. لا تضربوا لله الامثال، برای خدا مثل و مثال قائل نشوید. از روی مثال و مثل خدا رو نمیتوان شناخت. لذا هر اندک شباهتی که ما برای خداوند با آدمیان و غیر آدمیان قائل بشیم باید بدونیم که خطا کردیم و غیر قرآنی است. لذا این ما خلق تو، این که من نیافریدم، این من یعنی چی؟ این من در اینجا چه معنا پیدا میکنه؟ خب ببینید، یک مفسر عقلی میاد به شما میگه این تو خود قرآن دیگه معنی نشده، شما باید حالا اینجا تصمیم بگیرید، باید دانشهای دیگر رو در میان بیاورید که آیا من رو خداوند اینجا مجازن گفته یا حقیقتن؟ چون ما اینو میدونیم خیلی چیزا تو قرآن هست که مجازیست. خدا میگه من خشم میگیرم، میگه من خوشم میاد، راضی میشم. آیا حقیقیست اینا؟ آیا واقعا خداوند غضبناک میشه؟ خب خیلی از مفسرین گفتن نه، اینا مجازیست. اگر پای مجاز تو قرآن باز میشه که باز یک معلومی است که از بیرون قرآن ما داریم به قرآن تحمیل میکنیم، خود قرآن نگفته که من مجاز میگم یا حقیقت میگم، ما باید از بیرون قرآن تکلیفمون رو با این مسئله معلوم کنیم. خب شاید هم این که خدا میگه من که مفهوم شخص درش نهفته است شاید مجازن میگه، شاید من الان رأی اینجا ابراز نمی کنم، اما دارم به شما میگم این نکته خیلی بغرنج در همون اولین قدم تو این آیه خودشو به شما نشون میده، همونی که ما ازش میگذشتیم. اما بلا فاصله همینجا مطلب دومی زاده میشود، همون که اشاره کردم. آیا در قرآن خداوند مجاز هم گفته است یا همه چیز حقیقت است؟ میدونید دیگه مجاز و حقیقت، حقیقت یعنی لفظ رو در معنای اصلی خودش به کار ببرید، مجاز یعنی توی معنای دیگری به کار ببرید. خب در اینجا دوباره مفسرین دو دسته شدن. ما داشتیم مفسرانی که معتقد بودن که مجاز گفتن مال وقتی است که یه گوینده ضعیف باشه، نتونه مقصودش رو ادا کنه. اما اگر گوینده زبردست بود و قوت کلام داشت، بدون اینکه به مجاز و به تمثیل و به کنایه و اینا متوسل بشه، حرفش رو راست میزنه. خب این یه حرفه. یه حرف دیگه این است که نه خیر،
توی قرآن مجازگویی هم داریم، اینکه توی قرآن هست مثلا روز قیامت زنان حامله وضع حمل میکنن، میگن این نه روز قیامت که حاملگی نیستش، این کنایه از شدت احوال اون روزگاره. ولی واقعا بعضی ها معتقدن اینطور نیست و واقعا زنان حاملهی هستن که وضع حمل میکنن. اگر شما اینها رو تعجب میکنید به کتابای تفسیر مراجعه کنید. اگر مثالش رو میخواد، مثال دیگر مثل میزان، روز قیامت ترازو هست. مفسرینی هستن هم شیعه هم سنی میگن واقعا ترازو هست. ترازو درست همون ترازویی که در گذشته وجود داشت، دوتا کفه داره و شما حق ندارید فراتر از این برید. اما اگه به خودتون حق دادید که فراتر از این برید، این حق رو شما از کجا میارید؟ این حق رو شما از کجا میارید؟ شما اینجا باید نشسته باشید با خودتون یک زبان شناسی درست کرده باشید، تکلیفتون رو با زبان روشن کرده باشید که آیا تو زبان خدا هم مجاز وارد میشه یا نمیشه، یا همه جا باید به معنای حقیقی حمل کرد. اگه خدا گفت ترازو یعنی واقعا ترازو، اگه گفت خشم یعنی خشم و غضب، اگر گفت رضایت یعنی رضایت، اگر گفت حرف میزنم یعنی واقعا حرف میزنم طور که ما میزنیم، الی آخر. در اینجا خب مفسرین درست دو دسته شدن. یه دسته میگن آره خدا میگه من حرف میزنم، درست شبیه اون که میگه من غضبناک میشم، اما نه غضبش غضب مثل ماست نه حرف زدنش مثل ماست، هیچ کدوم. اینا چیه؟ اینا مجازیه. شما همین که پای مجاز رو تو قرآن باز کردید که اسم دیگرش تأویل است، یعنی قائل شدید که میشه پاره از آیات رو و کلمات قرآن رو تأویل کرد، از اینجا دیگه یک قاره تازه‌ای اصلا پدید میاد، پاتون رو توی قاره تازه‌ای میذارید. و این همون مکتب معتزله است. معتزله قائل به تأویل بودن. یه بار با مرحوم نصر ابوزید بودم که خب آراء او در مصر در این دو سه دهه اخیر بسیار سر صدا کرد. خب ایشون چندین کتاب نوشته، از کتاب خیلی مهمش مفهوم النص هست، یه به فارسی هم به فارسی خیلی خوبی ترجمه شده، و یه کتاب دیگه هم داره الخطاب العقلی فی تفسیر، یعنی گفتمان عقلانی در تفسیر قرآن. از من میپرسید میگفت به نظر تو بهترین کتاب من کدومه؟ گفتم اون کتاب مفهوم النص. گفت نه، اون کتابی که من خودم بیشتر میپسندم همین کتاب الخطاب العقلیه. این خطاب عقلی سرنوشتی برای تفسیر قرآن رقم زد که محو ناشدنی است و تا امروز به قوت باقی است، البته با نشیب و فرازهای و افت و خیزهایی که داشته است. یه دی اومدن جدن به این فکر افتادن که ما برای شناختن قرآن خدا رو باید بشناسیم، خدا شخصه یا غیر شخصه، زبان رو باید بشناسیم، در زبان قرآن مجاز حضور داره یا حضور نداره. اگر مجاز حضور داره اونگاه باید تأویل کنیم، یعنی بگیم پس معنای درست کلمه چیه. اگر بخوایم تأویل کنیم اونگاه تأویل باید قواعدی داشته باشه، بی قاعده نمیتوان تأویل کرد و نمیتوان این کلید رو به دست هر کسی داد که به خیال خودش دری رو بگشاید. ذره عبور کنیم، چون من میخوام همین آیه مصداقی باشه که چگونه اون مکاتب تفسیری روش پیاده میشن. خب مفهوم خلق، ما هم به فارسی ترجمه میکنیم آفریدن. شما میشه از خودتون پرسیدید که آفریدن یا خلقت یعنی چی؟ خب فیلسوفان ما که معتقدن که خب این همون مسئله علت و معلوله، خداوند علت کائنات است، خداوند علت العلل است و از قضا تو قرآن هیچ وقت بحث علت نیامده. این علت از در قرن دوم سوم به اون طرف وارد فرهنگ اسلامی شد، وقتی که مسلمان ها فلسفه یونان رو ترجمه کردن. کلمه سبب در قرآن اومده و سببیت کلمه بود که عرب ها به کار می بردن و سبب اصلا به معنای تناب و رشته است، گویی که معلول و مولود به یک رشته با علت مرتبط می شود و این سببیت نشان دهنده همون رشته ارتباط است. هرچه که هست، آیا خلقت که خدا میگه همون علیت، همون علت و معلول است که تو فلسفه میگیم؟ اگر نیست پس چیه؟
چه رابطه‌ای بین خالق و مخلوق هست. ذهنیت مسلمان‌های ما، یعنی عموم مفسرین ما، از وقتی که فلسفه یونان اومد تقریبا رفت به طور همگانی به سوی اینکه خلقت رو همون مفهوم علیت بگیرن. ولی در مقابل اونها مکتب قوی وجود داشت، مکتب اشاعره، که اینا واقعا معتقد بودن که مفهوم علیت و قرآن نیست و خدا رو هم علت کائنات نباید دانست. پس چی باید بگیم؟ میگفتن خدا فاعله. و شما اگر مثنوی رو فی المثل نگاه کنید میگوید که همچنین زاغاز قرآن تا تمام رفض اسباب است و علت و سلام. میگه از اول تا آخر قرآن میگه که علت وجود نداره، علیتی در کار نیست. خب این یه فهمی بود از قرآن دیگه، و او فقط تنها کسی نبود که این حرف رو میزد، فراوان بودن کسانی که این رأی رو داشتن. لذا خود مفهوم خلقت یه مفهوم پیچیده و مجمل و تیره است. و صرف این که بگیم خدا ما رو آفریده، یعنی کلمه ای رو تبدیل به یک کلمه دیگری بکنیم و پشت سر او یک تئوری نداشته باشیم برای خلقت، باید بگوییم که ما این مفهوم رو کما هو حقوق درک نمی کنیم، فقط یک لفظی رو بر زبان میاریم و نمیدونیم داریم چی میگیم. بعدش بحث جن و انسه. خب این که جن چیه؟ و شما میدونید در همین مکتب عقلی تفسیر که من دارم میگم، یعنی مکتب معتزله، اینا معتقد بودن جن وجود نداره، جن وجود نداره و محصول اندیشه و فرهنگ قبائل اعراب است در زمان پیامبر. خیلی این مسئله مهمه و ما گاهی فکر میکنیم حرف مال امروزیانه. مال امروزیان نیست این حرف، مال معتزله است. معتزله‌ای که 2 قرن بعد از پیامبر آمدن. در باره اون آیه که در سوره بقره هست که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، کسانی که ربا میخورند وقتی که برمیخیزند تلو تلو میخورند و به راحتی و به استواری راه نمیروند، مثل کسی که جنیان او رو گرفتند، او رو تسخیر کردند. همین آقای زمخشری که یک ایرانی هم هست، افغانی است و تفسیر بسیار مهمی داره به نام تفسیر الکشاف، و از معتزلیان است، یعنی از کسانی است که به مکتب تفسیر عقلی 100% پابنده و سخنان دیگری از اون نقل خواهم کرد. خیلی صریح میگه نه، جنی وجود نداره. اتفاقا مولانا یه شعری داره که به گمان من دقیقا در جواب این آدمه. میگه که فلسفی، هر وقت مولانا میگه فلسفی یعنی معتزلی ها، فلسفی مر دیو را منکر شود در همان دم سخره دیوی بود. میگه این آدم میگه جن نیست، اما همه حرفا رو از رو جن زدگی میگه، یعنی یک دیوی، یک شیطانی او رو تسخیر کرده و او داره انکار وجود دیو میکنه، انکار وجود شیطان میکنه. خب وقتی که ما میخونیم ما خلقت الجن والانس، بالاخره جن هست، یه چیزی هست، جن نیست. اینجا دوباره شما مکتبتون باید به شما بگه، فکر نکنید با مراجعه به معنی لغت بسه تمام میشه و این رو بعضی ها این کار کردن. نه، اینطورا نیست. شما برای فهم قرآن، حالا خواهم گفت مقصد تو مکتبه، حتما به تاریخ قرآن هم باید مراجعه کنید، یعنی باید ببینید تو چه متن و زمینه این اومده. اگر واقعا در دوران پیامبر یه عده معتقد بودن به یه موجوداتی به نام جن، خب معنی این همونه. اون مفسری هم که داره میگه جن نیست، نمیگه که کلمه جن این معناش نشون میده که جن وجود نداره، میگه که بوده در زمان اعراب، اما اونا اندیشه های افسانه ای و خرافی داشتن، لذا جن قرآن همون جن معناش. اما این رو شما نسبت ندید به پیامبر، ایشون عقیده نداشته، عربا عقیده داشتن، ایشون هم این رو گفته. البته بدونید اینا خب همه مخالف داره. حالا میرسیم به بحث خیلی دشوار بعدی، الا لیعبدو، من خدا به منزله یک شخص که علت کائناتم، که همه اینا سرش حرفه، نیافریدم جن رو که نمیدونیم چیه و انس رو مگر برای اینکه مرا عبادت کنن.
خب اینجا دیگه مکتب تفسیر عقلی باز پشت اونجا رو بسد. ببینید من این رو خدمت شما بگم، عموم فیلسوفان مسلمان و متکلمان اشعری که در واقع 90-95% مسلمین رو فرا میگیرن، فیلسوفان مسلمان شیعه یا سنی، همه اینا معتقد بودن که خداوند در افعال خودش هدف ندارد. ممکنه شما تعجب کنید ولی این رو میگفتن، تو کتاباش هم به صراحت نوشتن. همه آقای طباطبایی خودمون در تفسیر المیزان فیلسوف شیعه است صریحا این رو نوشته است. به تعبیر خودشون میگفتن افعال الله معلل به اغراض نیست، یعنی خدا هیچ غرضی و هدفی باعث نمیشود که کاری رو بکنه، مثلا هدف نداره تو کاراش. چرا؟ برای اینکه مثل ماها نیست، ما آدمیان هدف داریم. من و شما مینشینیم و فکر میکنیم اینو ندارم اونو ندارم، این کارو بکنم اون کارو بکنم تا فلان چیز رو حاصل کنم. خداوند این چنین نیست، همه چیز رو داره، ذهن مثل ذهن انسان هم نداره، غایت هم در افعالش وجود نداره، خلقت اصلا بی هدف است. این حرف خیلی به نظر ما اگر عجیب میاد، اینو شما بدونید که جزو پخته ترین حرفای فلسفی است و مدلل هم هست. بعدش هم میگفتن که بی هدفه مثل هنر، یعنی جوشیده خداوند. ببینید شما فکر میکنید حافظ این شعرهایی که گفته هدفی داشته، یه همطور اومده، حالا من و شما میخونیم خیلی چیزا توش میاریم بیرون، ولی برای او جز جوشش چیز دیگری نبوده. اصلا هنر یک چنین چیزیست و خداوند خلاقیتش و هنریه، این یادتون باشه، و نه علتیه نه جور دیگریست، با کار یک هنرمند شباهت بیشتر داره، گرچه لا تزر بول الله الامثال، برای خدا مثال نمیشه زد. خب اگر خداوند غرض در کارش نیست، مثل یه چشمهی میجوشد. مولوی چند جایی رو به صراحت میگه، گنج مخفی بود ز پری چاک کرد، خاک را تابانتر از افلاک کرد. گنج مخفی بود ز پری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد. مثل یه چشمهی که از فرط پری چاک میخوره و جوش میکنه و بیرون میریزه، لبریز میشد. شما کلمه فیض شنیدید؟ فیض الهی، خب همه ما شنیدیم میگه. میدونی فیض یعنی چی؟ فیض یعنی لبریز شدن. یه کاسه رو، یه لیوانی رو، یه ظرف رو وقتی که پر میکنید و بعد پرتر از پر میکنید، اونگاه این لبریز میشه. اینو میگن فیضان، فائض میشه، از او بیرون میریزه. میگوین که خلقت الهی همچی چیزیست، همینطوری بیرون میریزه. فکر نکرده خدا که چی کار بکنن. توی نهج البلاغه است که خداوند فاعل بلا رویه است، یعنی خدا یک فاعل بی فکره. این حرفا برای ما عجیبه، برای اینکه فکر میکنیم خدا باید مثل ما باشه. میگیم مگه میشه بی فکر باشه؟ مگه میشه بی هدف باشه؟ بله، اگر خدا مثل ما آدما باشه چنین وضعی نقصه برای ما. ولی اون که اینجوری نیست که، خداشناسیمون رو باید درست بکنیم. خب پس یعنی چی که خدا میگه من آدمیان را آفریدم؟ یعنی جن و انس رو، حالا ملائکه رو هم نمیگه. نیافریدم مگر این که مرا عبادت، یعنی غرض من از آفریدن آدمیان و جنیان این بود که مرا عبادت کنن. اگر خدا غرضی و غایتی و هدفی نداره، ما اینو چجوری باید معنا بکنیم؟ خب شما برید تفسیرها رو بخونید دیگه، تفسیرهای عقلی. یا به شما میگن مجازن خداوند اینجا گفته من غایت دارم. نه حقیقتا، مجازن یعنی اون چه که ما غرض و غایت میدونیم، مثل خشم و غضب که خدا میگه من خشم میگیرم که معناش خشم انسانی نیست، هدف داریش هم همون جوراست، ما یه معنی دیگه بکنیم. از اون طرف به مشکل دیگه اینا برخورد کردن، گفتن که خب اگه خدا همه را آفریده برای اینکه عبادتش بکنن، خب پس معلومه ناکام مونده، خب همه که عبادتشو نمیکنن، یعنی به مقصودش نرسیده. این چه خدایی بود که ماها را آفرید تا به مقصودش، به مقصودی برسه و به مقصودش هم نرسید اتفاقا، خیلی هم عبادتشو نمیکنن. اینه که یه عده اومدن، واقعا میگم اینا همه تو تفاسیر هست، گفتن نه منظور خداوند این بوده که ما خلقت الجن والانس،
جن و انس مؤمن رو خلق نکردم مگر اینکه من رو عبادت کنم. من به جن و انس کافر کاری ندارم، میدونم اونا عبادت. خب حالا یک کسی از اینا بپرسه که خب عزیزان بزرگواران، این کلمه مؤمن رو شما از کجا لای این آیه میذارید؟ این که نگفته. اونقدر در این زمینه سوال میتوان کرد و سوالاتی است که مطرح شده که حالا نمیخوام من دنباله این رو بگیرم. اینا رو من فقط برای شما گفتم تا اینکه شما متوجه بشید ما برای فهمیدن و تفسیر کردن یه آیه چقدر باید تکلیف خودمون رو در جاهای دیگه روشن کرده باشید. اینکه خدا غایت داره، اینکه خدا شخصه، اینکه خدا خلق میکنه، اینا همش محل کلامه. هیچ کدوم اینا از تو قرآن معنیش در نمیاد. اینا باید بیرون تو فلسفه، تو کلام شما تکلیفش روشن. این آقای کشاف، یعنی صاحب کشاف، تفسیر کشاف، یعنی جناب آقای زمخشری، ایشون یه رأی داره. میگه نه، خداوند گفته که من مردم رو نیافریدم مگر اینکه من رو عبادت کنن اختیارن. خب اگرم اختیارن نکردنم من حرفی ندارم. خب ببینید در اینجا این رأی البته رأی درستی هم نیست، ولی پای اختیار میاد وسط. خب اختیار چیه؟ جبر چیه؟ شما میدونید که از بزرگترین نزاعها در تاریخ تفسیر و کلام اسلامی مسئله جبر و اختیار بود. و این دو طایفه اشاعره و معتزله که روبروی هم ایستادن، یک دست آیات رو اینا میگرفتن که مؤید رأی ماست، یک دست آیات رو اونها میگرفتن که مؤید رأی ماست. و این نزاع تا امروز هم پایان نپذیرفته است. خب پس حالا روشن‌تر میشیم که چرا تفسیر چنین سیر تاریخی داشته است. خدا رو باید بشناسیم. این معتزله که عرض کردم، یک مثال دیگه از اینها به شما بزنم، معتقد بودن که تکلیف فوق طاقت محاله. خداوند کسی رو فوق طاقتش تکلیف نمیکنه. تو قرآن هم صریحا آمده است که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، همه میدانیم دیگه. ولی اشاعره که اینو قبول نداشتن، گفتن نه، خداوند تکلیف فوق طاقت مون. چرا؟ به تفسیر فخر رازی شما نگاه کنید، میگه خداوند ابو لهب رو لعنت میکنه، میگه تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد. این ابو لهب که لعنت بر او باد، که دستش شکسته باد، که محکوم باد، این به آتش جهنم خواهد رفت. سیصلا نارا ذات لهب، به زودی در آتش شعله‌وری او رو خواهند افکن. فخر رازی میگه این ابو لهب رو در این حال پیغمبر دعوت به اسلام میکرد، میگه بیا ایمان بیار، ولی خودش میدونست که ایمان نخواهد آورد و اینکه خدا گفته این بالاخره میره تو جهنم، لذا تکلیف فوق طاقت میکرد بهش. اون نمیتونست ایمان بیاره، سرنوشتش معلوم شده بود، جهنمی بود، لذا خدا تکلیف فوق طاقت میکنه. خیلی این حرفا مهمه. با تفسیر عقلی در قرآن از یه مبانی آغاز میکنه، اون مبانی بیرون قرآنن و اون مبانی تأثیر خودشون رو در فهم قرآن میگذارن و وقتی هم که تأثیر گذاشتن، این تفاوتها و اختلافها پدید میاد. پیامی که من میخوام یعنی از این بدهم و فرصت ما هم رو به انقضاست اینه که عزیزان من، دوستان من که در مقام فهم قرآن هستیم، تا پیش فرضهای بیرون قرآنی خودتون رو تنقیح نکردید نمیتونید به فهم درستی از قرآن برسید. تا شما ندونید زبان چه خصوصیتی داره و مجاز چیه، حقیقت چیه، قواعد اینا چیه، بالاخره اینجاها باید تصمیمای روشنی بگیرید. خداوند ارادش یعنی چی، خلقتش یعنی چی، غرض داره، غایت داره یا نداره، علمش یعنی چی، تا اینها رو، جبر کدامه، اختیار کدامه،
و به چه دلیل ما قائل به جبریم یا به اختیاریم، تا اینها را انسان بر خودش روشن نکرده باشه نمیتواند وارد قرآن بشه. لذا بسیار سست است اون قولی که میگوید حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما بس است. نه بس نیست، بس نیست. خیلی چیزها رو ما مقدم بر قرآن باید بدانیم تا تازه وارد قرآن بشیم. یه الفباهایی هست که اینا رو ما باید یاد بگیریم. خب من در ضمن کلامم گفتم دیگه به شما مژده میدم ما به پایان سخن نزدیک میشیم، بقیه بحث رو میگذارم وقتی که شما سوالاتتون رو مطرح کردید. گفتن که این مفسرین یکی از حرفای اصلیشون این بود که مؤلف رو باید شناخت تا بتونی تألیف رو بشناسی. این مؤلف ارادش یعنی چی؟ علمش یعنی چی؟ وقتی حرف میزنه چجوری حرف میزنه؟ مجاز میگه یا نمیگه؟ حقیقت میگه یا نمیگه؟ کنایه میزنه یا نمیزنه؟ اینا رو ما باید بدونیم. اگه این فرضا رو نداشته باشیم وارد قرآن میشیم سردرگم خواهیم شد. ببینید مثلا خیلی جهات قرآن هست اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یعلمون. خیلی ها میگن خب این اکثریت اگر نمیفهمن و عقل ندارن پس پیغمبر برای چی اومد، با کی اون حرف میزد؟ شما ملاحظه کنید اینا مبالغه است. تو قرآن مبالغه هم وجود داره، برای اینکه مبالغه یکی از انواع مجازه. وقتی من به شما میگم من 100 دفعه به شما گفتم، نباید میگی دروغ میگی. 100 دفعه که نگفتی. آره 100 دفعه نگفتم، اما مبالغه میکنم تا تأکید کرده باشم و این مبالغه از جنس مجازه و دروغم نیست. این عین روش و رسمی است که زباندان ها به کار میبرن. لذا نه هر جا قرآن گفت اکثرهم یعنی واقعا اکثرهم. خیلی زبان قرآن و متون به طور کلی در پیچیده در مجازه و اونقدر این مجازات ظرائف دارند که اگر این ظرائف رو شما ندونید سردرگم میشید. واقعا فکر نکنید کتاب لغت رو وا میکنید جلوی کلمه خلقت نوشته آفرینش، جلوی کلمه جن نوشته اون جلوی و قصه تمام است. اصلا و ابدا پیشفرض‌های فراوانی رو باید تنقیح بکنید برای خودتون و در صدر اینها خداشناسی است با توضیحاتی که عرض کردم. البته پرسش‌های اجتماعی هست، پرسش‌های سیاسی هست، همه اونا هم در جای خودش. البته یکی از پیشفرض‌های بسیار مهم انتظاراتی است که شما از این کتاب دارید. اینم باید پیشاپیش برای خودتون معین کنید. من در مجلس ترحیم مرحوم مهندس بازرگان رحمت الله علیه دقیقا همین نکته رو گفتم. گفتم که مرحوم بازرگان در اواخر عمرشون به این نکته متفتن شده بودن و این نکته فوق العاده مهمی است که انتظار ما از دین چیه. بالاخره ما دین رو هر باری رو نمیتونیم بر دوشش بگذاریم، هر چیزی رو از اون نمیتونیم بخوایم. آمده برای اینکه یه فونکسیون معینی داره، همون رو باید ازش خواست. عیناً این سوال رو راجع به قرآن میتوان کرد. انتظار ما از قرآن چیه؟ یعنی دوست داریم چی به ما میگه؟ همطور که شما میرید پیش یه طبیب انتظارتون معلومه، میرید پیش یه ریاضیدان انتظارتون معلومه. رضا سوالاتتون رو هم با انتظاراتتون تنظیم میکنید و اگه طرف مقابل رو نشناسید نمیدونید چی بگید و چی بپرسید. ببینید ما قرآن رو باید بشناسیم، یعنی انتظاراتمون رو باید تنظیم کنیم، خدا رو هم باید بشناسیم برای اینکه مؤلف این کتابه. حالا بذارید من حرف آخرم رو بزنم. اونچنان که بنده میفهمم و در سخنان خودم گفتم، یک بارم اینجا محضر دوستان گفتم، به نظر من قرآن کلام پیامبر است و این کلام پیامبر بودن البته هیچ کم نمیکنه از کلام خدا بودن. پیامبری که با خدا متحد است، پیامبری که ذوب در خداوند است و اتحاد دارن، لذا او بگه این گفته، این بگه اون، اصلا هیچ فرقی نمیکنه. این میشه همون قصه‌ای که مولانا نقل میکنه، میگه یه روزی معشوقی با عاشقش گفت، سوال سختی کرد، گفت تو خودتو بیشتر دوست داری یا منو بیشتر دوست داری؟ این بیچاره موند، ولی خب چون یه عاشق راستینی بود گفت آقا من، یعنی آقا خانم، حالا هر کی بود معشوقش، گفت من چنان در تو فانی شدم و چنان با تو یکی شدم که تو رو دوست داشته باشم خودمو دوست دارم، خودمو دوست داشته باشم تو رو دوست دارم، اصلا یکی هستی. همون قصه مجنون
که باز مولانا نقل میکنه که میگه مجنون دیفتری گرفت، حناق گرفت، به اصطلاح عوام میگن خناق، حناق گرفت و طبیب آمد به دارو کردنش. طبیب بردن برای معالجهش و گفت چاره نیست از رگ زنش، گفت بر رگش رو بزنی. مجنون شروع کرد به گریه و زاری. طبیب به او گفت که آقای مجنون، ما چیزها در باب شما شنیده بودیم، شنیده بودیم که شما توی بیابونا با گرگا، با ددان، با سگان، با شیر و پلنگ اینا هم نشین بودی، تو نمی ترسیدی؟ از یه نیش نشتر داری می ترسی؟ گفت مجنون، من نمی ترسم ز نیش، صبر من از کوه سنگین است بیش، لیک از لیلا وجود من پر است، این صدف پر از صفات اون در است، ترسمه فساد، فساد رگزن، ترسمه فساد چون فستم کنی، نیش را ناگاه بر لیلی زنی، من کیم لیلا و لیلا کیست، من ما دوتا روحیم اندر یک بدن، ببخشید ما یکی روحیم اندر دو بدن. ببین این واقعیت داره، واقعی کسی با کسی دیگری چنان یگانه میشه که به این نیش بزنه اون دردش میاد. مولانا به شمس تبریزی چی میگفت؟ اینا دوتا آدم هنه، میگفت چه نزدیک است جان تو به جانم، که هر چیزی که اندیشی بدانم. گفت انقدر من به تو نزدیکم، هر چی تو ذهن تو میگذره گویی که تو ذهن من میگذره، هر فکری در سر تو هم در سر من، هر چیزی که اندیشی بدانم. اگر به قول سعدی چو عشقی که بنیاد آن بر هواست، چنین فتنه انگیز و فرمان رواست، عجب داری از سالکان سبیل که هستند در سالکان طریق که هستند در بحر معنا غریق. خب در اونجا این اتفاق خیلی قوی تر میفته، یعنی گویی که پیامبر ذهن خدا رو میخونه، گویی که ذهن این دوتا یکیست. اینا رو من به تمثیل میگم، یعنی این چنین نیست که حالا بگیم خداوند ذهن داره، اینطوری نیست، فقط برای تقریب به ذهن میگم. گویی که این دوتا یه فکر دارن، یه نفرن که داره فکر میکنه، لذا وقتی پیامبر سخن میگه خدا سخن گفته. ما تو چون خدا خودش لب و دهن نداره، به پیغمبر گفته تو برو بگو، هر چی تو بگی هم حرف منه، قبول، فرق نمی کنه. نه فقط نماینده خداست، چون منم ممکنه یک صرف نماینده خودم بفرستم بره یه جایی از طرف من چیزی بگه، ولی آخر من یکی هم یکی دیگه است. نه، نمایندگی هم نیست، اتحاد است در اینجا، اتحاد است واقعا، یعنی فناست این موجود دوم، در اولی فانیست، حرف این حرف اوست، همه چیز این از آن اوست. خب حالا این تئوری بند است، من لازمش رو میخوام اینجا خدمت شما بگم. با این تئوری من بسیار از مشکلات رو حل میکنم، ولی یکی از لوازم وقتی شما میخواید وارد تفسیر بشید با این تئوری، میدونید چی کار باید بکنید؟ اون پیش فرض اولیهی که باید داشته باشید پیغمبر شناسی. من از قول اون مفسرین قبلی که تفسیر عقلی رو بنیان نهادن گفتم برای فهم قرآن خداشناسی باید بکنید، اراده باری، ذات باری، شخصیت باری، قایتمندی باری، خالقیت باری، همین رو باید خوب بفهمید. الان وقتی که بنا رو بر این میگذاریم که این کلام، کلام پیامبر است، حتی بگید رویای پیامبر است، اونگاه برای اینکه ما بفهمیم حرف یعنی چی، مؤلف رو باید بشناسیم. مؤلف شخص شخیص محمد ابن عبدالله است صلوات الله علیه، و اونگاه شناختن پیغمبر فریضه می شود، چیزی که ما خیلی کم به او پرداختیم. ببینید مولانا گفت هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا. قرآن احوال پیامبران رو میگه و از همه مهمتر احوال پیامبر اسلام رو میگه. گوش میکنید، احوال پیامبران گذشته که به جای خود و به طریق اولا، احوال پیامبر تو این کتاب منعکس است، نه احوال خدا، چون خدا حالی به حالی نمیشه. خدایی است کن که ذات بی مثالش نگردد هرگز از حالی به حالی. غیر از اینه سعدی میگه که نگویم لب ببند و دیده بردوز، ولی که هر مقامی را مقالی، زمانی بحث شعر و بحث تنزیل که باشد نفس انسان را کمالی، زمانی شعر و شطرنج و
حکایات که باشد نفس که باشد آدمی دفع آرد آدمی دفع ملالی، خدای است اون که ذات بی مثالش نگردد هرگز از حالی به حالی. خدا که حالی به حالی نمیشه. تحول احوال و تقلب قلب در پیامبر است. هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا. و بعد میگوید که برای اینکه انبیا رو ببینی باید قرآن رو بخوانی، ور بخوانی و نه ای قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. اگه این قرآن رو خوندی و هیچی نفهمیدی، خب ولو اینکه خود انبیا و اولیا رو ببینی هیچ فایده نداره. اونا اینجا منعکس شده احوالشون و پیامبر اسلام به طریق اولا. ما برای فهمیدن قرآن علاوه بر شناختن خداوند که فریضه است، پیامبر اسلام رو باید خیلی خوب بشناسیم. در تاریخ پیامبر اسلام تا اونجا که میتونیم غور کنیم، کاری که کمتر کسی میکنه، از علما و مفسرین هم کمتر دیدم که اینطور برن احوال گوناگون پیغمبر بشناسن، به اصطلاح روانشناسی بکنن. البته کار مشکلی است، ولی خب این کار مشکلی باید انجام داد. اتفاقا از طریق کلمات خود پیامبر که همین قرآن باشه باز ایشون رو بهتر میشنه، به شرط اینکه بنا رو بر این بگذاریم که با کلام این فرد روبرو هستیم، با این شخص روبرو هستیم و اوست که داره به زبان خودش با ما سخن میگه و خداوند وراء اوست و الله بن ورائهم محیط و اوست که در پیامبر میدمد و پیامبر سخن میگوید و سخن او مقبول خداوند است. لذا اگر تو قرآن فلمثل علیت نیست، معناش اینه که پیامبر اسلام قائل به علیت نبوده. اگر علیتی نیست، اگر مثل مولانا به این نتیجه برسیم که زاغاز قرآن تا تمام رفض اسباب است و علت و سلام، و اگر چیزهای دیگری هست، خب با این نگاه شما نماز که میخونید حالا چجوری نماز میخونید؟ ببینید اینو دیگه من حالا یه دو سه دقیقه دیگه من وقت بدید تا دیگه سخنم رو تمام کنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بیاد پایین تا میرسیم. اینو که از مفسرین گفته دیگه، از همون مفسرین عقلی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا تو رو عبادت میکنیم و از تو یاری میجوییم. اینو کی داره میگه؟ خدا داره میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ خدا که نمیگه، ما داریم میگیم. پیغمبر میگفت به خدا. خب خدا یاد پیغمبر داده اینو بگه؟ خیلی خوب، چرا اولش قل نگفت؟ نگفت قل ایاک نعبد و ایاک نستعین. چطور تو قل هو الله احد قل بود؟ چرا جاهای دیگه این قل هست؟ اگر بنا بود که خدا به پیغمبر یاد میده که برو اینا رو بگو، خب بعد بگه قل، اینو بگو اونو بگو، تا معلوم بشه که سخن سخن خداوند است و خدا هم دستش کوتاه نبود در گفتن این مطلب. نه، جواب سادش اینه، این دعایی بود که پیغمبر میکرد، اصلا سخن پیغمبره. پیغمبر داره دعا میکنه و ما دعای پیامبر رو داریم میخونیم. اگر سخنی بود که مثل جاهای دیگه، لابد یه قولی باید در ابتداش میگفت. حالا ممکنه شما از من بپرسید اون جاهایی که قوله پس معناش چیه؟ پس لابد اونجا رو خدا گفته. نه، اونجاهایی هم که قوله پیغمبر میگه. قول یعنی تأکید، یعنی برو بگو قل هو الله احد، برو به همه بگو خدا یکیست، نه اینکه یک کسی به پیغمبر میگه برو اینو بگو. خود پیغمبر میگه قل. منتها وقتی که میگه قل، یعنی یه حرف مهمی رو میخوام اینجا ابداع کنم، یه نکته خیلی مهمی رو میخوام اینجا بیان کنم، گفتنی است. و من اینو همیشه مثال زدم، گفتم که دیگران هم مثل حافظ سعدی به خودشون خطاب میکردن، سعدیا حافظا، کم نداریم ما اینا. بله، حافظا در خلوت قرآن و شبهای تار تا بود وردت دعا و ذکر قرآن قبلا خورد، سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز. میشه آدم به خودش خطاب کنه، به دیگران خطاب کنه. باری من با این سخن، این نکته آخری که به اصطلاح فصل اخیر دفترهای تفسیری قرآن است و به هر حال دوره ایست از ادوار تحول تاریخی تفسیر و فهم قرآن، پیشنهادم این است که به شناختن خود پیغمبر رو بیاریم و ایشان رو هر چه بیشتر بشناسیم
و کلمات دیگر ایشان رو که احادیث است، اونهایی که قطعی است و به ایشان منسوبه، خیلی مورد توجه قرار بدیم. به شخصیت او هرچه خودمون رو نزدیکتر بکنیم، این نزدیکتر شدن به ایشان هم به لحاظ روحی برای ما بسیار مفید است و هم به لحاظ تفسیری برای ما خیلی مفید است، برای اینکه شناخت مؤلفی است که شناخت او به شناخت اثر او هم سرایت خواهد کرد. حالا که سخن از پیامبر آمد علیه السلام، کام شما رو شیرین کنم با یک غزل سعدی، که این غزل رو سعدی فکر نمی کنم در خطاب پیامبر گفته باشه، ولی من هر وقت این غزل رو می خونم خودم خطاب پیامبر می کنم: تو آن نه ای که دل از صحبت تو برگیرند، وگر ملول شوی صاحب دگر گیرند، وگر به قهر برانی طریق رفتن نیست، کجا روند که یار از تو خوبتر گیرند، به تیغ اگر بزنی بی طریق و برگردی، چو روی باز کنی دوستی ز سر گیرند، روا بود همه خوبان آفرینش را که پیش صاحب ما دست بر کمر گیرند، قمر مقابله با روی او نیارد کرد، وگر کند همه کس عیب بر قمر گیرند، خدنگ غمزه خوبان خطا نمی افتد، اگرچه طایفه ای زهد را سپر گیرند، وصال کعبه میسر نمی شود سعدی، مگر که راه بیابان پرخطر گیرند. و السلام علیکم و رحمت الله.